خب بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میریم بعد از درس بعدی رو میخوانیم. در قسمت میریم در اینجا آفیس باز میکنیم. در اینجا که آفیس باز شد در بعد از میریم در آفیس بتن. در آفیس بتن امروز میخوانیم پرینتر خوانیم. کویک پرینتر بخوانده بودم انشاءالله. خب کویک پرینتر نخوانده بود. وقتی شما مثلا یک مواد تهیه میکنین، مثلا رن نوشته کو در این قسمت نوشته میکنیم 200 صحیح شد یا 200 یا کمتر از یافتر هر چی که شما میگیرین این در قسمت انتر کنید. وقت انتر کردن این صفحه باز میشه. دنی جان ما در صفحه چندم هستیم؟ صفحه سوم هستیم. سه صفحه باز داره. وقتی شما هم راپورت اون جور کردین، در اینجا سه صفحه معتبیات شد. میخواین را پرینت کنید. وقتی که میرفتین در پرینت، پرینت که میزدین در اینجا یه اپشن میمد. حالا شما یه اپشن ست کردین. یک بار ست کردین، یک بار تنظیمش کردین. در بعدی از میخواین که همه تو مستقیم در پرینت برین. به خاطر در این اپشن بر ما ظاهر نشه. میرم در کجا؟ باز میرم در آفیس بتن. در آفیس بتن میرم در چی؟ در کویک پرینت. وقتی کویک پرینت که بریم مستقیم ما را سر پرینتر میبره، این مواد ما پرینت میشه. به این معنی که دیگه نیاز نیست که ما برون ستینگ کنیم. این کار بود کار کویک پرینت. در بعدی از دارم در چی از پرینت پریویو. وقتی شما امی مواد چاپ و مواد با چاپ کردن، اینا ضرورت دارن که یک بار قبل از چاپ چی رقم میاد، بعد از چاپ چی رقم میاد. وقتی شما چاپ کنین امی مواد چی رقم میاد. خب در این خاطر باز میرم آفیس، در آفیس پرینت، در پرینت میام در پرینت پریویو. وقتی پرینت پریویو رو که زدم، اینی شکلی رو برام نمایش میده که بعد از چاپ میه، بعد از چاپ این رقم میه میگه. خب در بعد از اون ما اینجا دارم همین پرینت اپشن از اونجا میاردم. حالا که ما میگم که به این رقم چاپ میه، مورد نظر ما نیست. ما میخوایم که سیتینگ زیر تغییر بتیم. باز میرم در چی؟ در پرینت و در پرینت در این اپشن میه. صحیح شد؟ در قسمت مثلا پرینتر و پیجا و چیزا رو انتخاب میکردیم. خب این را خود در درس قبلی هم خواندم. خب در بعد از اون دارم در پرینت اپشن. پرینت اپشن چی میکنه؟ یعنی تغییرات میاره. این تغییرات باز ما در کجا خواندیم؟ در آفیس بتن خوانده بودیم. در کجا خوانده بودیم در آفیس بتن؟ خب در اینجا وقتی که شما این را چه کنیم؟ این را بیاییم در پرینت اپشن. اینی مربوط میشه به پرینت اپشن. در پرینت اپشن باز شما این را در کجا میخوانیم؟ این را کلوز میکنیم. میرن در آفیس بتن ورد اپشن. در ورد اپشن در دیسپلی در قسمت باز زیر ما شما میخوانیم. خب در قسمت بعدی ازی دارم در آفیس بتن. در چی آفیس بتن؟ وقتی آفیس بتن آمدن در پرینت پریویو، در پرینت پریویو ایره کلیک میکنیم. دینه قسمت دارم چی؟ در مرجن. حالا وقتی که ما این صفحات را دیدیم، این حالا یه مرجن ازی همه آشه های ازی مورد نظر ما نبود. یه آشه های ازی را ما میخواییم که تغییرات بریم. مثلا ما میخواییم ازی رقم باشه. صحیح شد؟ آشه کم شد. یا میخواییم ازی رقم باشه. آشه اضافه تر شد. یا میخواییم که ازی رقم باشه. مرید باشه. آشه اضافه تر شد. خب این حالا یه آشه با چی رقم شد؟ اگر شما مرید بگیرین، این به یک قسم میشه که در یک کتاب هستی دو ورق نشون میده. مثلا اینی یک ورق، این دیگه ورق. صحیح شد؟ این به خاطر ازی است که اینی قسمتش اضافه تر است در طرف لفتش، که در اونجا چی میه؟ استبلرامه. به خاطر ازی طرف اضافه تر گرفت. اگر شما بین آفیس 2007 تا بگیرین، بازی را با سایز آفیس 2007 در وردش چی رقم پیش چاپ میکنه، با رقمی را انتخاب میکنه. در قسمت دیگه دارم در چی؟ کستوم مرجن. از این قسمت با شما چی میکنه؟ کستوم مرجن خودتان تعیین میکنه. مثلا شما بین در این قسمت کستوم مرجن بزنین، در این قسمت ما میگیم که از طرف با بالا، از طرف بالا یک انچ باشه. فاصله چی؟ فاصله خط. اینی فاصله خط از بالا یک انچ باشه یا دو انچ باشه. اگر شما بین در اینجا در مرجن، در کستوم مرجن در قسمت بین دو انچ بگیرین، اوکی کنین، بعد از اوی به دو انچ چی میشه؟ از طرف بالا فاصله میگیره. یعنی خط دو اینچ به پایین در صفحه چاپ میشه. در قسمت دیگه داره مرجن. در کستوم مرجن میریم، در اینجا میگیریم لفت. خب اینی تاپ بود، در طرف بالا بود. حالا میخوایم از طرف پایینم دو اینچ باشه. در اینجا سلیکت میکنیم، دو میکنیم، اوکی میکنیم. در این قسمت حالا دو اینچ از این طرف هم فاصله گرفت. صحیح شد؟ اما سر هم از بالا. خب تاپ در بالا میگرفت و بوتوم در پایین میگرفت. در قسمت دیگه بعد از دارم در کستوم مرجن. حالا ما میخوایم که در طرف لفتش هم دو اینچ فاصله باشه. خب به این خاطر باز ما میریم در کستوم مرجن، در مرجن، در کستوم مرجن. در این قسمت طرف لفت هم میگیریم. وقتی را سلک کردیم، در اینجا اوکی میکنیم، حالا دو اینچ از طرف لفت هم فاصله شد. صحیح شد؟ در قسمت بعدی از ما میخوایم که از طرف راست هم دو اینچ باشه. این قسمت طرف راست است. در اینجا میرن در مرجن. وقتی مرجن رفتیم در کستوم مرجن، در کستوم مرجن رو سلکت میکنیم، بعد از اوکی میکنیم، ای از طرف رایت است، از طرف راست به چپ. در اینجا اوکی میکنیم، آلی از طرف راست هم به چی شد؟ به دو اینچ فاصله گرم. یعنی کاملا ما سفره تو ساختیم که در بین صفحه، در وسط صفحه کل مواد جای کنیم.
آماده بچه ها. از آماده بچه ها به رقم هر رقمی رقمی که بخواین چاپ شو. اگر میخواین با تغییرات بیشتر از بین دیجی بین در کستوم مرجن، در کستوم مرجن با شما میتونین یک بگیرین، دو بگیرین یا سه بگیرین، به هر رقمی که شما میخواین چاپ کنین. خب اینی چی میکنه؟ آنی صفحه ما استاده است. صفحه ما که چاپ شو به ایتو چاپ میشه. اگر ما بخوایم که به ایتو افقی چاپ شوه، باز دیجی میرم در اور در کستوم مرجن، در مرجن، در کستوم مرجن ایران لندسکیپ میگیریم، اوکی میکنیم، حالا ورق ما خوابیده چاپ میشه. خوابیده شد؟ در کستوم مرجن میری؟ بغلاش استاد باز چقدر اندازه باز حالا سایز خط باشه؟ سایز خط؟ سایز خط اینمی بغل مثلا در یک صفحه است میخوای ورق چی همون مطلب بده خدا باید ورق میگید در بغلاش که سایز خط او چقدر اندازه باشه؟ خب اینال دیفولت دینینجا هست ها. در دیفولت دینینجا شما چی را میگیرین؟ کدام ورق میگیرین؟ اگر شما در ورق ای4 میگیرین با شما بیان اینجا کستوم مرجن یک صفحه بتن خواه؟ در یک صفحه. اگر با شما اضافه تر از اون میخواین مرجن بتن باز دو میگیرین، سه میگیرین، هر شخی که میگیرین. خب فاصله سایز خط تغییر نمیکنه. سایز خط هیچ تغییر نمیکنه. مثلا اگر شما 16 بگیرین یا 14 بگیرین سایز تغییر نمیکنه. تنها بغلای صفحه تغییر میکنه. که او سایز خط خرد نمیکنه. او باز در صفحه مواد اضافه را در صفحه دیگه میبره. به این معنی نیست که اگر شما با بغلا اجر خرد کنید با سفر خرد که شد سایز خط خرد شد سایز خط نمیشه خط کم میشه خط کم میشه خط در دیگه صفه میره خط کم میشه ورق میره در دیگه ورق میره اما در سایز خط اضافه کم نمیشه خب در اینجا با پارتورایت یا اونوزیشن داشتم لندسکیپ یا پارتورایت میگرستم در این قسمت دو رقم بشد اگر شما نورمال پیش بگیرد در اینجا در نورمال پیش یک سفر در چی میکنه در یک ورق جای میکنه اگر مرد پیش بگیرین دو صفحه ای با می رقم چاپ میکنه اگر شما بیان اینجا دو پیش پرشت بگیرین اینمی دو ورق دو صفحه دو یک ورقی که براش چی داده مواد داری اینمی در دو صفحه چاپ میکنه امی یک ورق مواد خب در قسمت بعدی از بازی رو در اپشن دیگه میگه بوک فولد است که باز در کتاب چاپ مثلا اگر شما کتاب چاپ بسازین در یک مطبع کار میکنین میخوان که در یک نفر می فرمایش بده کتاب چاپ برمزاب جور کن به این خاطر با شما اگر پرین میکنین به سایز کتاب چاپ بازی در بوک فولد بیار خب اینه ما نورمال میگیریم همیشه شما چه بگیرین نورمال بگیرین اگر شما لندسکیپ بگیرین به رقم نمایش میتیجه در پریویو اگر شما میگیرین نیره پارتورایت بگیرین به رقم خب اینا دیگه دارم اپلای در اپلای چی میکنم اگر شما بید دیجا دیجا ایره کلوز میکنم دینی قسمت اینی مرد ایره منفیگر اوسو میکنم اگر شما بین اینمی تغییرات ها دیجا بین در مرژن در کستوم مرژن ما میگیم اگر شما در یک وره در یک صفحه در یک صفحه در یک ورک بوکتان اگر 50 صفحه داشته باشن اگر شما میره لندسکیپ بگیرین صحیح شد لندسکیپ بگیرین بازی چی میشه این 50 صفحه تان کلشون لندسکیپ میشه اگر اینجا بگیرین this point forward باز ورق اولی تان پارتورایت میمونه و دیگه از این کلش لندسکیپ میه مثل یک شیش کتار جو بله نه مطلب من نفهمید در اینجا مثلا شما بیاین در چند صفحه داریم در اینجا میرین پارتورایت میگیرم صحیح شد اینان که پارتورایت گرفتیم در اینجا میرین در مرجن در کستوم مرجن در کستوم مرجن گرفتیم اول در کوید اگر شما بیاین در قسمت در قسمت لندسکیپ بگیرین خب اینا دیگه اگر وول داکومنت لندسکیپ گرفتن اگر شما وول داکومنت بگیرین اگر 50 صفحه داشته باشین کلش لندسکیپ میشه صحیح شد به شمول ورق اول یا دوم صحیح شد اما اگر شما بین دیس پوینت فورورد بگیرین باز او ورق مثلا شما در ورق دوم ایستاده هستین از ورق دوم اول لندسکیپ پورتریت نمیکنه از او به بعد هر چه ورقی که بود او را لندسکیپ میکنه لندسکیپ یا پورتریت بگیرین به ورق هم تبدیلش میکنه خب اگر شما بیندازید بعد از اون دیگه داره دیفولت اگر شما دیفولت رو کلیک کنید مثلا اینجا پارتورایت گرفتن خب یکی خود شما اینجا ایره دو سه چهار گرفتن ایره به هر چقدر تبدیل کنید اینال شما میخواین که داینده همین دیزاین برای شما کار می دا آینده صفحاتی که ما ایجاد میکنیم در داخل ورد میایم ورد باز میکنیم صفحه باز میکنیم همین چیز باشه ما میگیم که بینمی ستینگ باشه بینمی تنظیمات باشه با به خاطر ازی میایم دیگه چی میکنیم دیفولت میذارم چی میکنیم دیفولت میذارم وقت دیفولت که زدم کل از چی میشه دم با مو عیار میشه این د بار دوم که بیایم اجازه با سیتینگ مو نداریم پس بیایم دیگه کار کنیم با او ضرورت نیست د پیپر میان د پیپر چی میکنه دین قسمت شما سایز ورقه چی میکنه
ورق کدام نوع ورق باشه. مثلا اگر شما در ورقای عادی چاپ میکنین لیتر بگیرین، اگر در ورقای اخبار چاپ میکنین ایتری بگیرین، اگر بازم ورق عادی هست دیگه چی بگیرین؟ لیتر بگیرین. خب لیتر لیتر به خاطر اینکه اگر شما دو ورق A4 بگیرین باز دو ورق A4 چاپ میکنه، اگر لیتر هم بگیرین دو ورق A4 چاپ میکنه، اگر شما A3 بگیرین باز ورقای کلان ضرورت دارین که مواد زیاد. مثلا اگر شما یک ورق اخبار چاپ میکنین، یک اخبار چاپ میکنین، شما مجبور هستین اینجا نو ورقتون تغییر بدین. اگر نو ورقتون تغییر ندین اون را خرد چاپ میکنه در A4 و در صورتی که ورق A3 کلان است به این رقم با شما نیاز دارین که دیگه بین در پیپر سایز پیپرتون تغییر بدین. خب در قسمت بعدی ازی در اینجا دارم اگر شما A4 بگیرین صحیح شد لیتر بگیرین یا A4 بگیرین، در اینجا اوتومات بلندی ورق و برداری ورق تبدیل میشه صحیح شد. مثلا اگر بیایم A4 بگیریم در اینجا بلندی ورق 16.69 اینچ است صحیح شد. در اینجا بعد از اون چی دارم 8.8 به رقم چی دارم سنتیمتر در بستر. اگر شما در اینجا بیان بازی رو تغییرات بدین، مثلا اگر اینجا بگیرین 12 بگیرین صحیح شد، 12 بگیرین باز کستوم سایز میشه. در چه معنا؟ این کستوم سایزی که سایزی که خودتان تغییرات دادن سایزتان خودتان جور کردن صحیح شد. کستوم سایز به این معنا سایزی که خودتان میسازن. مثلا یک ورق دارین در ورق اخبار است، در ورق اخبار میخواین به یک رقم چاپ شوه که او نه در A3 چاپ شوه و نه در A4 چاپ شوه، باز اونجا سایزش خودتان رو انتخاب میکنه. به این خاطر با شما میگن در کستوم سایز دیجی میگیرین 13 میگیرین یا 15 میگیرین به هر رقمی که دلخواه خودتان باشه. در این قسمت وقتی دلخواه خود در اینجا گرفتن باز کستوم سایز میاد. اگر شما پس برین در ایداچی در A4 بین وقتی A4 که گرفتن در این قسمت خب A4 که گرفتن پس با مو 11.69 یا 8.27 میشه صحیح شد. در قسمت بعد از در فرست پیج پیپر سورت فرست پیج از کجا بگیره صحیح شد. مثلا ما میگیرم میره دیفولت رای، اگر دیفولت رای نگیرم باز پرینتر رو نمیشناسه، به همین خاطر که پرینتر بشناسه با شما همیشه دیفولت رای اردی از دیفولت رای بگیرن صحیح شد. اینان چرا این ورق ما ایت خوابید آمده به خاطر از اینکه ما دینیج اورنشلش لندسکیپ گرفته بودیم. اگر بین دی طرف پس ورق چی میشه اضافه میشه. خب همه کاری که بیشتر ما از اینجا میکردیم مثلا همه تغییرات در کجا وارد شوه، اگر شما بین در پیپر بین در اینجا همه تغییرات بین، اگر اینجا وال دکومنت بگیرین در تمام دکومنت ها نیمی تغییرات که در اینجا آوردن سیتنگ میشه. اگر شما بخواین این تمام تغییرات نباشه دیس پوینت فارورد بگیرین بازی رو سلیکت کنین در قسمت چی میشه این تغییرات نمیه. خب در قسمت بعدی زدم لایو دلایل چی میکنه؟ استارت سیکشن استارت. خب این حال وقت شما که چی میکنه ایره مثلا اگر شما ایره چی کنن امیر دینی جا میخوانه مثلا در کجا در اینجا کلوز میکنم در کلوز در اینجا دارم انزد پیش بره ایره باز در اینجا میخوانه ما شما در اینجا میرم هوم در هوم میرم بعد از آفیس بتن در آفیس بتن پرین در پرین پریویو در پرین پریویو بعد از دارم اورنشن اورنشن پیشتر ما شما از کستوم مرجن در کستوم مرجن از جد لندسکیپ چی میکنیم پارتراید میکنیم. اما آلی در اینجا ما میخواییم که همه اورنشن چی کنه لندسکیپ باشه یا پارتراید باشه صحیح شد. از این طریقه ما میتونیم خب پیپر سایز و سایز ورقه ما میتونیم از کجا از اینجا تغییر کنیم مثلا A4 باشه A3 باشه یا هر چیز باشه. اما اگر اینو بخوایم از اینجا تغییر بیاریم باز در اینجا میایم سایز میگیریم از اینجا مارجن سایز در اینجا میتونه با شما لیتر ورق از اینجا تغییرات بده پیشتر این از اینجا خانه. در قسمت دیگه داریم زوم. زوم چی میکنه؟ زوم کوچک بزرگ میکنه سفر وقت شما در اینجا میخواین ببینین اگر بخواین اینو کوچک بزرگ شوه در اینجا بیاین سلکت کنین بعد از اگر 200% بگیریم اوکی کنیم 200% بزرگ بشه صحیح شد. اگر بعد از اون بیایم 100% بگیریم در اینجا اوکی کنیم در قسمت اوکی کنیم 100% میشه. اگر بعد از اون در اینجا اوکی در اینجا بیایم 75% بگیریم اوکی کنیم 75% میشه صحیح شد. در قسمت بعدی از این دارم زوم بتن. در زوم بتن پیچ وید اگر شما این را پیچ وید بگیرین اوکی کنین این پیچ وید به این رقم میشه صحیح شد. اگر شما به این وان پیچ بگیرین باز به این رقم به یک صفحه میشه. اگر پس به این پیچ وید مثلا اگر شما یک صفحه چی قصد به همون قدر بر ما نمایش بگیرین. خب این را کلوز میکنیم بعد از اون میرین در زوم بتن. در زوم بتن میگم تکست وید پیچ وید چی میکنه
اینمی سفره دبسته اینمی چی پرابای کنه آل خود خورد از نی آل اگه پیچوید بگیرم اوکی کنم اینمی سفره دبسته سفره پر کرده اصلا صحیح شد؟ در قسمت بعدی ازی دارم چی؟ زوم در زوم دارم تکسوید اگه تکسوید بگیرم بازی رو در ایجا میرسانم صحیح شد؟ اوکی میکنم این رو با اوجا رسون صحیح شد؟ در قسمت سه که بالا میرم آن همود خط در ای طرف ای طرف رسون بازی خودش هم چاپ نه در چاپ نمی این فقط به خاطر یک نمایش دادن دیدن است در چاپ نمی در بعد از زوم بتن در زوم بتن داره وول پیج اگر وول پیج بگیرم باز تمام سفر رو برامان نمایش میده که چقدر است در قسمت بعدی از دارم در زوم وقتی که شما 100 فیصد اگر شما زوم تانه بین 75 فیصد کنین اوکی کنین بازی جا اوکی دیجا زوم بتن اوکی کنین دیجا پاس برام 100 فیصد میکنه صحیح شد خب اگر شما چند صفحه داشته باشین مثلا آره چند صفحه دارم آره 4 صفحه دارم اگر وان پیج بگیریم دیجا میرم دیجا رو کلوز میکنیم دیجا کش میکنیم به اینقدر صحیح شد چقدر اینقدر صحیح شد اینا اگر وان پیج بگیریم باز ما رو یک صفحه برام نمایش میده اگر تو پیج بگیریم دو صفحه برام نمایش میده اگر پیج ویت بگیریم یک صفحه برام در مکمل در صفحه نمایش میده صحیح شد خب شو رولرش میکنه اینا ما شما در اینجا خیر باز کردیم ستینگش هم میخواستیم جور کنیم اینا ما میخوایم همین ستینگ از طریق چی جور کنیم از طریق رولر جور کنیم به این خاطر باز ما منفیگر غصو میکنیم ایجا میگنیم رولر میگنیم سش خب منفیگر اول چی میکنه وقت منفیگر که بگیرن شما فقط اینی گک میه کیره فقط بر شما کلیک کنین خورد میکنه اگر کلان میکنه اگر چی کنه خورد میکنه سش شد اگر ما بخوایم این نباشه خب دینی قسمت ما میخوایم که اینی گالری رو تغییر بده ای اضافه اومده یا ای که چی اومده خراب اومده سپلش خراب اومده اگر شما ایره سلیک کلیک کنید ای تو خورد بزرگ میکنم ایره چطور کنید که ما دوره کلیک کرده بودن به این خاطر با شما بین منفیگر کلیک کنید دینه قسمت بین در گالری وقتی گالری که اومد ایره چی کنید ایره انتخاب کنید صحیح شد مثلا آل نوشته کرده میتونه اگر منفیگر که باشه باز نوشته کرده نمیتونه صحیح شد متوجه شدید در قسمت بعدی از دان رولر اینا ما پیشتر مرجن از کجا تعیین میکردیم از اینجا تعیین میکردیم حالا ما میتونیم مرجن به دلخواه خود از اینجا تعیین کنیم بیا شو رولر را بزن بعد از اینجا سلیکت کن سیشن این را انتخاب کن این تو کش کن یا این طرف انتخاب کن این تو کش کن سیشن چی کن این تو کش کن اینا این مرجن ما میتونیم از این طریق هم چی کنیم انتخاب کنیم در صورت که شو رولر باشه اگر شو رولر نباشه بازی را از کجا میکنیم ایج نمیشه خب اینا ما چند صفحه داریم مثلا شما در اینجا دارم چی است؟ در این قسمت دارم آخری پیج ما چند صفحه است؟ در این قسمت در اینجا دارم ایره بعد از اون میرم ایره کلوز میکنیم وقتی کلوز که کردم در این قسمت ایرم کلوز بعد از اون میرم در چی؟ در آفیس بتن در آفیس بتن پرینت پریویو در پرینت پریویو پس ایره میزنیم به ایره خم بشه خب ایره کلوز میکنیم کاملا وقتی ایره کلوز کردم نو میگیرم وقتی نو گرفتم بعد از یک صفحه دیگه باز میکنم در کجا میرم در آفیس بتن دا ورد میریم وقتی ورد را کلیک کردیم بعد از اینکه کلیک شد دیجا میریم چی رن صحیح شد در رن میریم دیگه قسمت دیجا چی میکنیم دیجا نوشته میکنیم 15 وقتی 15 گرفتم 15 گرفتم اوکی میکنیم انتر صحیح شد اینا ما دو صفحه داریم در دو صفحه دینی صفحه اگر ما بیایم دیگه قسمت یک چیز دیگه نوشته کنیم خب دینی جا نوشته میکنیم یک دو برم صحیح شد یک دو خط نوشته صحیح شد چند خط شد سه خط شد اینا اگر ما بیایم دا پرینت پریویو صحیح شد دا چی دا پرینت وقتی پرینت آمد دا پرینت پریویو دا ایجا بیایم پرینت پریویو اینا اگر ما بیایم اینجا ایره سعی کنیم یک پریویو سپیج یک صفحه دو صفحه صحیح شد چند یک صفحه دو صفحه سه صفحه صحیح شد اینا به خاطر از اینکه ما ایره چاپ کنیم صحیح شد چاپ کنیم مجبور هستیم که اینی چی است دا ایجا اینی دو خط دا یک صفحه میاد یک صفحه علایده دیگه برای ما به خاطر از چاپ میشه چطور بتونم کی را به اون صفحه دیگه ببرم به این خاطر آل میره میره چه میکنم شرینگ وان پیج میگیرم اوکی میکنم این را در این صفحه میارم یعنی یک صفحه دیگه ما از بین رفت صحیح شد این حال این دو خط هم میتونم در اینجا جا به جای کنم در اینجا پرینتش کنم صحیح شد این به خاطر چی بود شرینگ پیج اگر چند خط شما در اونجا در یک صفحه دیگه میدید شرینگ پیج بزنید در یک صفحه میذارم خب بعد از دارم دیجا ما در کدام صفحه هستیم در صفحه اخیری هستیم اگر پرویوز پیج بزنیم ما در صفحه اول میبره صحیح شد اگر نکس پیج بزنیم ما در صفحه دوم میبره اگر کلوز بزنیم ما را باز از این صفحه چی میکنه خارج میکنه آره این شرینگ پیج در یک پیج اومد سوال هست سوال رو دیگه میگیریم مثلا خطا پس پیش هست چیزش رو باید کدش هم در کدام مثلا این خطا این پس پیش هست نه بله خب بعد از این بخیر اینجا که هست این سعی کن به این طرف که هست کلش تنظیم است چرا این دیجه تنظیم است اگه فارسی باشه ایسی تنظیم میبارد در این قسمت ایسی تنظیم شد به این خاطر
ما ایره چی میکنیم؟ خب اینال اگر شما مونوگراف نوشته کنید یا کتاب در فارسی نوشته کنید بازی پس و پیش باشه باز بیخی اگر خراب میاد تکستان باز به خاطر از اینکه تنظیم شوه ایره باز ما و شما میخوانیم بخیر دینی قسمت دیجه میخوانه بازی چی تو تنظیم میشه صحیح شد؟ حالا اگر برای میره سلکت کنیم ایش سلکت نکنیم یا سلکت آل بکن وقت سلکت آل کنیم بیا دیجه در چی دینی قسمت جستفه بزن کلش تنظیم میشه کنترول ایرا بزن وقتی کنترول ایرا زلی بیا با زیر کلیک کن دیجه جستفی آل کل صفحه را میگیره کل صفحه برای مفصل کنترول ای در مجموع هر صفحه که باشه کلش میگیره بله اگر بعد از این ما اگر چی رو هم دیم انتر هم پاک هم میکنه یک کلید بزن این تو کلید هم یک مثلا اینجا سلکت آل کردی یک کلید بزن کلش پاک هست همیشه تا هر چیزی که میاری این میره ساز ایره میزنی چرا؟ چرا برغم؟ مثلا هر چیزی که میخوایی مثلا پیش ها پرنتر در پیش میرفتی در اون میرفتی آه اینی را میزنه مثلا بیاد اینجا سر ازی کلیک و اینی را بزن در داخل آه این را نزنی دیگه آجاز به این نیست این فقط تو را این طرف طرف سر وظیفه زمیست یکی دیگه اگر شما سر ازی هم کلیک کنید با شما را چی میکنه آه سر ازی هم کلیک کنید میاره سر ازی هم کلیک کنید ما اصلا این وظیفه زی هست نه اما اصل کار ازی هست به این کار دیگه وظیفه چی هست؟ وظیفه هستی در چی راحت کلیک بازی را کلیک کن یک اپشن دیگه من بازی را میخوانه بعد این باز در جای فرق میکنه این چیزا برای خوانده میشه بعدا باز آه بخیر این چیزا را برای تیم روز این باید اول که میشه خوبتر نمید اول میشه خب اول باز می صفحات چیزا را بشناسیم باز بخیر که این را بخوانیم آل سفر را که نشناسیم باز تنظیمات را که نفهمیم باز نوشته که بریم باز از بیش ما چه میشه آواز کار مقدماتیش بخوانه اما رو در انستال گفته بود در کامپیوتر دمه ساب که نکردی باش انستال ساب نمیشه انستال مجبور که یک تلفون کامرو برداری کنی آه انستالش نه آه ساب نه خاطر دیگه ما اینجا گفتمانی از این پس کافی میکنم سه همین این انستال گفتی چی گفتی ساز از یک ورق یا دو ورق بیشتر شاب نمیشه بود یا چی نقم شاب چی رقم؟ ما این موضوع نمیجا اندرستایب گفتی اندرستایب؟ مندستای بس یا چی گفتی همینجا یک موضوع یاد کنید دیفر ترای؟ گفتی از یک ورق یا دو ورق بیشتر چاپ نمیشود خب این شرنگ بود شرنگ مثلا پیشتر ما گفتیم که دایجا کنترل زد میکنیم دای قسمت مثلا میرم رن وقت رن که کردم دایجا نوشته میکنیم 200 وقت 200 نوشته کردیم صحیح شد؟ اونه انتر میکنیم آلی چند صفحه است؟ آلی اینی صفحه را سکو ای چند ورق ای فکر که اینیش نباشم صحیح شد؟ دین اینجا سکو اینی را اگه ما پرینت پریویو برم در کجا در پرینت وقت پرینت رفتن در پرینت پریویو دایجا میرم پریویوز دایجا آلی ما یک صفحه داریم یک صفحه یعنی اینجا یک چند چیز دیگه در اینجا آمده نکست میکنم یک چند خط در اینجا آمده اگر ما ایده پرین کنیم به خاطر از این سه دانه خط کلا که یک صفحه دیگه پرین میشه ما بگیم که اقتصادی به یعنی کم یک ورق دیگه مصرف نشه به این خاطر باز ما میگیریم شرنک تو وان پیج وقتی ایده گرفتیم کلا که دم یک صفحه جای میکنه خب با یک چیز دیگه یادتان باشه یکی کار کرد باز چی میکنه سایز ورق سایز فونت خرد میکنه سایز فونت خرد میکنه دیگه سو بازی من خراب دارم خدا میشه اینه بسیار است خب ایره کلوز میکنیم باز بخیر و پیش مرجنش مانده و را دیگه جا میخوانیم یک پرینت اپشن هم دیگه جا میخوانیم